دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. درود بر شما. برنامه کنونی یعنی 41مین برنامه از روزگار آلترناتیو مستقیماً در ادامه برنامه قبلی تهیه شده و پیش از اینکه به موضوع کاملاً جدیدی بپردازه در تلاش تا در محدوده همون مفاهیم مطرح شده در برنامه 40م باقی بمونه، اما در عین حال تلاش میکنه تا راه حلی برای مسئله رسیدن به نقطه بازگشت ناپذیر پیدا کنه. مثل همیشه ابتدا پای سخن دکتر اسماعیل نوری علا میشینیم و بعد از اون به اتاق زوم هماندیشی هموندانمون میریم که از چند روز قبل این سخنان رو شنیدن و به اون فکر کردن و داوطلب شدن که به هماندیشی امروز ما بپیوندن. با ما همراه باشید. دوستان، من در برنامه پیش درباره مفهوم نقطه برگشت ناپذیر براتون صحبت کردم و در روند آلترناتیو عقیده خودم رو گفتم که نقطه برگشت ناپذیر همون لحظه اعلام موجودیت آلترناتیو. حالا هم میخوام همچنان در رابطه با همین مفهوم نقطه برگشت ناپذیر صحبت کنم، اما مسئله رو از یه دید دیگه‌ای مطرح کنم و مطالب جدیدی رو خدمتون بگم که مجموعش رو میشود با عنوان راه‌های پرهیز از رسیدن به نقطه برگشت ناپذیر نامگذاری بکنیم. اما اجازه بدید اول برگردم به همون مثال هواپیما و این پرسش رو مطرح کنم که آیا میشه راهی پیدا کرد که یک هواپیما از رسیدن به نقطه برگشت ناپذیر اجتناب بکنه، پرهیز بکنه؟ تا اونجا که من میدونم در این مورد چند راه وجود داره. اولینش این که در صورت وجود امکان برای استفاده از یک باک بنزین بزرگتر، هواپیما سوخت بیشتری از اون چه برای رسیدن به مقصد لازم داره رو در باک خودش داشته باشه، به طوری که هر لحظه که بخواد بتونه به مبدأ برگرده. راه دوم گزینش چند مسیر مختلف برای رسیدن به مقصده، تا بشه اگر جایی مشکلی پیش آمد با تغییر مسیر از رسیدن به نقطه برگشت ناپذیر پرهیز بکنیم و از مسیر دیگه به مقصد برسیم. در اصطلاحات برنامه ریزی معمولا از این گزینه های مختلف با نام پلان به معنای نقشه یاد میکنن و از پلان A، پلان B و پلان C صحبت میکنن، یعنی که اگر اولی نشد بشه قبل از رسیدن به نقطه بازگشت ناپذیر از پلان دوم استفاده کنیم. البته راه های دیگری هم میشه تصور کرد، اما برای رسوندن به مقصود از اینکه پرهیز از رسیدن به نقطه برگشت ناپذیر چیه، شاید همین دوتا مثال کافی به نظر برسه. یعنی اینکه بگویم که بله، می شود پرهیز کرد. خب حالا برگردیم به بحث خودمون در مورد روند آلترناتیو سازی. اگر ما قبول داشته باشیم که اعلام موجودیت همون نقطه برگشت ناپذیره، باید ببینیم که حالا که آگاهیم نسبت به این که
این نقطه اجتناب ناپذیریه، چطوری میتونیم در عین زنده نگه داشتن روندی که آغاز کرده ایم و حتی به دست آوردن پیشرفت در مورد اون، از رسیدن به نقطه بازگشت ناپذیری به اسم لحظه اعلام موجودیت اجتناب کنیم و در نتیجه احتمال ناکام شدن تر خودمون رو به حد اقل برسونیم. بگذارید که در این مورد کمی از قوه تخیل خودمون استفاده کنیم و از شما هم خواهش میکنم که اگر جز راهی که به عقل من میرسه راههای دیگری رو میتونید تصور کنید، نظرتون رو در حین برنامه بفرمایید تا به غنای بحث افزوده بشه. اما اول بگذارید با این پرسش آغاز بکنم که آیا میشه اعلام موجودیت نکرد اما در همون حال از نظر مردم به عنوان یک آلترناتیو شناخته شده بود؟ پاسخ خود من به این نکته مثبت. فکر میکنم همیشه راههایی وجود دارن که بشه از طریق اونها این اجتناب رو انجام داد. مثال میزنم. فکر کنید میشه وجود تشکیلاتی رو مطرح کرد اما اعلام نکرد که این تشکیلات همون آلترناتیوه. حتی میشه مثلا اینطور جلوه داد که این یک آلترناتیو بالقوه است که راه گریزیه برای اینکه ما اعلام موجودیت نکنیم و در نقطه بازگشت ناپذیر قرار نگیریم. یا ما آلترناتیو بالقوه میتونیم باشیم اما تا آلترناتیو واقعی شدن راه درازی در پیش داریم. در این زمینه امریکایی‌ها ضرب المثل جالبی دارن. میگن اگر پرنده‌ای رو دیدین که شکل اردک مثل اردک صدا میکنه و مثل اردک راه میره، خب این خود اردک دیگه، دلیلی نداره شک بکنید. حالا اگر بخوایم همین موضوع رو بر مفهوم آلترناتیو اعمال کنیم، میتونیم تصور بکنیم که ممکنه نهادی وجود بیاد که مثل آلترناتیو عمل بکنه، مثل آلترناتیو حرف بزنه اما مدعی نشه که آلترناتیوه و در نتیجه نیازی به اعلام موجودیت نداشته باشه و باز در نتیجه به نقطه بازگشت ناپذیر بر نخوره و یا رسیدن این به نقطه رو برای مدتها به عقب بیندازه. اما اینکه چگونه میشه نهادی رو داشت که مثل آلترناتیو حرف بزنه، مثل آلترناتیو هم عمل بکنه اما مدعی آلترناتیو بودن نباشه، خودش مسئله پیچیده و جالبیه که راه حلش رو من در این میبینم که در تصوری که از یک آلترناتیو داریم تجدید نظر کنیم. تصور کنید که اگر عده‌ای مصمم قصد خودشون از آلترناتیو شدن یا بودن رو اعلام نکنن اما 5 مرحله اول روند آلترناتیو سازی رو نه پنهانی بلکه به طور آشکار و شفاف طی کنن و تا اون زمانی که خودشون تصمیم بگیرند از اعلام موجودیت به عنوان یک آلترناتیو اجتناب بکنن. خب در اون صورت چی میشه؟ بذارید یک سناریوی فرضی رو در مورد عده‌ای مصمم که سکولار دموکرات هم هستن در نظر بگیریم. اونها از همان ابتدا کاری میکنند که همه بفهمند که یه انجمنی برای کوشش در راه معرفی و شناسوندن فکر سکولار دموکراسی ایجاد شده. بعدش هم در علن مینشینن، مرامنامه مینویسن مبنی بر این که ما عده‌ای سکولار دموکرات هستیم که معتقدیم تنها اگر یک حکومت سکولار دموکرات در ایران به قدرت برسه میشه به آینده این کشور امیدوار بود و ما مشغول مطالعه هستیم که ببینیم این مقصود از چه راهی حاصل میشه.
بعدش هم بشینن و فکراشون رو تبدیل به یه هدف بکنن، اما باز نه برای خودشون، بلکه برای اون آلترناتیوی که باید به وجود بیاد، و بعد هم بر اساس اون هدف برن سراغ آدم‌های مناسب دیگه و انجمن خودشون رو گسترده بکنن. بعد وارد مرحله بعدی میشن و باید بپردازن به اینکه منابع حقانیت خودشون رو چگونه تشخیص بدن و در پی این تشخیص چگونه تأمین حقانیت بکنه اون آلترناتیوه. و بعد هم که تشخیص دادن، در انظار عمومی با این منابع حقانیت در تماس قرار بگیرن و نظر اونها رو به فکرهایی که خودشون دارن جلب بکنن. همچنین همزمان با این اقدامات رفته رفته تشکیلاتی رو هم به وجود بیارند که همچنان به عنوان یک نهاد غیر آلترناتیو شکل میگیره. از نظر من اگر این روند به صورت دقیق و آگاهانه و علنی و شفاف صورت بگیره، خود به خود 90% راه رو طی کرد و همگان از وجود این نهاد بالقوه با خبرن و میتونن توانایی های اون رو بسنجن. شما ببینید اگر در همین 2 ساله اخیر دقت کنید، میبینید که چطوری همزمان شدن اعلام موجودیت با رسیدن به نقطه برگشت ناپذیر موجب شکست خیلی از این کوشش ها شده است. از تشابه اسمی بگذاریم. مثلا تصور بکنید یه گروهی پیداشون شده که خودشون رو شورای مدیریت دوران گذار میدونن. اینها حتی اگر اعلام کنن که ما آلترناتیو نیستیم، به محض برگزاری تشریفات اعلام موجودیت خود به خود به نقطه برگشت ناپذیرشون رسیدن. و در اون نقطه اگر توان و آمادگی روبرو شدن با طوفان‌ها را نداشته باشند، در اندک مدتی هم بلا موضوع میشن. در این حال توجه کنید که حتی خود امر انتخاب اسم برای یک تشکیلات هم میتونه حکم رسیدن به نقطه برگشت ناپذیر رو داشته باشه، حتی اگه اعلام موجودیت رسمی نشه و تشریفاتی هم همراهش نباشه. مثلا شما فکر کنید که خود این عنوان شورای مدیریت دوران گذار داره داد میزنه که ما مدعی آلترناتیو بودن هستیم، حتی اگه برای اعلام موجودیت دست به برگزاری مراسم رسمی هم نزده باشه. به هر حال به نظر من وقتی که به جستجوی آلترناتیو برمیاییم، اتفاقا باید اون رو بیشتر در وجود شخص یا اشخاصی جستجو کنیم که هیچ وقت ادعای آلترناتیو بودن رو نمی کنن، اما به قول امریکایی‌ها مثل آلترناتیو راه میرن و مثل آلترناتیو حرف میزنن. تا نظر شما هموندان گرامی من در این مورد چه باشد؟ دوستان، من فکر میکنم داستان پرهیز از رسیدن به نقطه بازگشت ناپذیر از خود این نقطه و رسیدن به اون جالبتر و جذابتر شده، و در گفتگویی که با برخی از دوستان داشتم به نظرم رسید که اونها هم با این پرهیز عاقلانه موافق‌تر بودن. اجازه بدید بحث رو با صحبت‌های آقای حسین سایی شروع کنیم. آقای سایی بفرمایید. خواهش میکنم. ممنون خانم ریاستم. آقای دکتر تو ویدیو انقدر کامل و فصیح توضیح دادن و مثال زدن که واقعا صحبت کردن تو این در این مورد رو کم سخت میکنه، ولی که من دوست داشتم از یه زاویه دیگه به این قضیه نگاه کنم، و اینم این هست که ما اگر مجبور باشیم به دلایل حالا تاکتیکی
این اعلام موجودیت یا اون رسیدن به نقطه غیر قابل بازگشت رو به تعویق بندازیم یا عقب بندازیم به نوعی، در خیلی موارد خب کاملا منطقی به نظر میاد که ما شرایط لازم برای آلترناتیو شدن یا بودن رو نداریم و به این خاطر اجتناب میکنیم از اینکه اعلام موجودیت کنیم یا خودمون رو در نقطه قرار بدیم که امکان بازگشت نداشته باشیم. اما من سوالم یا نقطه نظرم برای این تو این مقطع هستش که اگر گروهی و دسته شرایط رو داشته باشن برای اینکه آلترناتیو باشن و تمام اون 5 مرحله قبلی که ما توی هفته‌های گذشته راجبش صحبت کردیم همه رو عملاً با یک نمره خوب قبول شده باشن احیانا یا طبق برآورد یا فرضیات ما، حالا که میخوان اعلام موجودیت کنن یا به نوعی برد در این هست که آیا خودشون توی نقطه غیر قابل بازگشت قرار بدن یا نه با تفسیری که ما میکنیم و این محافظه کاری به شکل محافظه کارانه که برخورد میکنیم با این قضیه، آیا اونا هم باید توی گاردی قرار بگیرن و از این اعلام موجودیت خودداری کنن؟ من واقعیتش از فرمایشات های دکتر بیشتر به این رسیدم که ظاهرا این اعلام موجودیته، حالا نمیدونم توی فقط فرهنگ ما این شکلی شده یا به طور عمومی تو تمام نقاط دنیا این شکلیه، یه جور خطرناکیه و خیلی آدم باید بتونه ازش پرهیز کنه و در نهایت این که احساس میکنم این اون نقطه بالانسی که ما برای این قضیه میخواییم و شاید باید پیداش کنیم. یعنی منظورم اینه که انقدر نگیم که این کار انجام ندیم یا ازش پرهیز کنیم که بعد یک شخصی که تمام شرایط هم داره از این عمل پرهیز کنه و شاید از اون نقطه بردی که میتونسته به دست بیاره و کسب کنه به نقطه ضعف و شکست برسه به ناخواه و ناخواسته. حالا اینو دوستان احتمالاً کامنت میدم و توضیح میدم بیشتر یا منفی یا مثبت، ممنون میشم. خیلی ممنون، بفرمایید آقای دکتر، احتمالاً پاسخی دارید برای این صحبت آقای سایی. ببینید من تو این برنامه هرگز نگفتم که نباید اعلام موجودیت کرد، گفتم اعلام موجودیت رو وقتی بکنید که توقعاتی رو که این برمی‌انگیزه از قبل فکرش کرده باشید و قابلیت انجامش رو داشته باشید. همینطور الکی آدم بره وسط بگه که آقا من آلترناتیوم، خب بلافاصله در اذهان مردم یه سری توقعاتی ایجاد میشه، بعد اگر شما قادر به اجرای اون توقعات نباشید خودتون رو از بین بردید. من تمام حرفم حتی قبل از اینکه به این مبحث نقطه بازگشت ناپذیر هم برسیم صحبت بازبینی بود، میگفتیم که قبل از اینکه اعلام موجودیت کنیم برگردیم بریم بازبینی کنیم ببینیم مراحل رو درست آمدیم، آماده هستیم فردا که گفتیم که این ما آلترناتیویم و مردم خواستن که توقعاتشون برآورده بشه ما امکان داریم یا نه. بنابراین من اصلا توصیه‌ام این نیستش که اعلام موجودیت کسی نکنه، میگم با فکر این کار، میگه تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. وقت اعلام موجودیت این سخن گفتن، یعنی شما دهانتون رو باز میکنید و یه ادعایی رو مطرح میکنید که اگر قادر نباشید اون ادعا رو متحقق بکنید خودتون رو بین بردید. سپاس از شما آقای شهرام عباس‌پور، بفرمایید، خواهش میکنم. خانم قیاسفند، من خیلی کوتاه طبق معمول مثال بزنم خدمت جناب سایی که شما یک تیم ورزشکار رو میخواید بفرستید به المپیک. ببین شما باید بدونید که این تیم واقعا در مقابل چه کسایی باید رقابت بکنه و میخواد خودش رو در معرض جهانی به اصطلاح در دید دیگران بذاره. صحبت از اداره یک مملکت، یک مملکت وسیعی مثل ایران با 80 و چند میلیون جمعیت، واقعا اونایی که میخوان ادعای آلترناتیو بکنن باید ببینن که این توانایی رو دارن، چون از ادعا کردن تا واقعیت واقعا خیلی تفاوته دیگه.
ادعا رو خیلی ها میتونن بکنن، ولی همونجور که دکترم توضیح دادن میرن و وسط های راه متاسفانه بعد به دیوار بتونی برمیخورن. ممنونم خانم پرسنل. مرسی. خیلی ممنون خانم سارا فرزاد، بفرمایید. خواهش میکنم. بله، من یه مقدار بیشتر در مورد ویدئویی که در ابتدا پخش شد میخوام صحبت کنم و اون اینکه در ادامه بحث آلترناتیو نقطه بی بازگشت رو ما در هفته گذشته هم تحت عنوان اینکه نقطه اعلام موجودیت، زمان اعلام موجودیت میتونه نقطه بی بازگشت باشه در مسیر آلترناتیو بهش پرداختیم. اما اونچه که مهمه اینه که میخوایم ببینیم که آیا میشه تمهیداتی وجود داشته باشه که یک آلترناتیو در اون نقطه، وقتی به نقطه غیر قابل بازگشت میرسه که در واقع میخواد اعلام موجودیت بکنه، آیا میتونه توی اون مرحله استوب بکنه و یا اینکه برگرده به عقب و خودش رو در واقع بازبینی بکنه. خب در صورتی که چند برنامه داشته باشه، پلنهای مختلفی داشته باشه، میتونه با یک مدیریتی به نقطه بازگشت برگرده و قبل از اینکه اعلام موجودیت بکنه به این فکر بکنه که پس از اون چه خواهد کرد و برنامه و طرح اون برای آینده چه خواهد بود، و در صورتی که آینده روشنی رو در جلوی خودش متصور نیست و برنامه ای نداره و شرایط همه فراهم نیست برای اعلام موجودیت نکنه. بخاطر اینکه اعلام موجودیت کردن طبعا مسئولیت های خیلی بزرگ و تعهداتی رو به همراه داره و انتظاراتی رو میآفرینه که خب همه به دنبال این هستن که مرحله بعدی چه خواهد شد. بنابراین زمانی که تشکیلات اعلام موجودیت میکنه و برنامه‌ای نداره، قطعا تیر خلاص رو به خودش شلیک کرده. اون چیزی که امروز مردم ما دارن فریاد میزنن حفظ تمامیت ارضی. شما ببینید در شعارهاشون میگن از کردستان تا زاهدان جانم فدای ایران، و دارن در واقع اون خط میزنن روی تمام تفکرات تجزیه طلبانه که تا به امروز گروه های مختلفی می اومدن و تحت عنوان مثلا فدرالیسم تا مطرح میکردن. خب وقتی من اینجا خیلی با صراحت، شاید هم با جسارت، اگر حمله بر بی‌ادبی هم نباشه، میخوام بگم زمانی که شورای مدیریت گذار میاد و اعلام میکنه که ما میخوایم فدرالیسم قومی داشته باشیم، شما ببینید این مردم الان دارن چه شعارهایی رو میدن. خب آیا یک تشکیلاتی که داره نمیخواد بگه من آلترناتیوم، ولی عملا داره همه اون رفتارهای آلترناتیو معابانه رو انجام میده، باید الان اون باید در واقع برگرده، یعنی برگرده به این که ببینه خودش رو نگاه کنه، اصلاح ببینه داره چی میگه، مردم چی میگن و اون چی میگه. وقتی بین صحبت رهبران یک تشکیلات و آنچه که مردم میگن یک دره فاصله هست، اون موقع است که باید گفتش که تشکیلاتی که خودش رو آلترناتیو معرفی کرده نه تنها نمیتونه حقانیت خودش رو از نیازها و خواسته های اساسی مردم کسب بکنه، بلکه در توهمات خودش دست به یک خودکشی بزرگ زده و خودش رو به عنوان یک آلترناتیو بالقوه داره مطرح میکنه. این هستش که واقعا نقطه غیر قابل بازگشت، نقطه اعلام موجودیت، نقطه هستش که یک تشکیلات آلترناتیو باید خیلی متفکرانه بهش فکر کنه و برنامه داشته باشه و به سرعت و شتاب زده عمل نکنه. شاید بشود گفت که هستند گروه هایی که شاید نمیخوان اسم آلترناتیو به خودشون بذارن، ولی دارن تمام تمهیدات رو فراهم میکنن تا در فرصت مناسب که در واقع مردم به اون اتحاد و یک پارچگی نهایی رسیدن و صدا زدن آنچه را که میخوان، تا اون تشکیلات بتونه در واقع خودش رو نشون بده. من استنباطم اینه که شاهزاده رضا پهلوی پلن داره، برنامه داره و به همه اینها فکر کرده و به عنوان یک جریان سکولار دموکرات منتظر این هستش که در حقیقت مردم همه با هم دیگه خواسته های سلبی و نهایی خودشون رو فریاد بزنن. سپاسگزارم.
خیلی ممنون آقای محمد مکرمی، بفرمایید. خواهش میکنم. ممنونم خانم قیاسفند. من فکر میکنم که یک سوال خیلی مهمی توی لحظه اعلام موجودیت برای هم موافقین آلترناتیو هم مخالفین آلترناتیو پیش میاد، اونم اینه که منابع تأمین حقانیت این آلترناتیوی که خودش رو معرفی کرده، آلترناتیو حکومت معرفی کرده، چی هستش، از کجا تأمین شده، کیا این حقانیت رو بهش دادن. و خب مطمئنن اینجا اون نوک پیکان پروپاگاندای حکومت میره به سمت همین نقطه، چون این نقطه رو هدف قرار دادن کل آلترناتیو رو از بین میبره و به خاطر همین این یک برگ برندهی برای آلترناتیو هستش که این به نظر من اینطور هست، شاید اشتباه بکنم. به نظر من قبل از اعلام موجودیت و گذر از این نقطه بازگشت ناپذیر به این هم باید فکر بکنه. چرا؟ چون الان پروپاگاندای حکومت با توجه به کسانی که دارن، حالا اگه اسمش رو بشه گذاشت رهبری میدانی دارن انجام میدن و حقانیتی رو داشتن و یا الان کسب میکنن یا به اون حقانیتی که از گذشته داشتن اضافه میکنن، از طرف مردم اضافه میشه بهشون، میره اینها رو هدف قرار میده و سعی میکنه که جوری القا بکنه که این افراد همون رهبرانی هستن که میخوان شما رو رهبریت بکنند و به هر کدومش یک جوری با یک برنامه‌ای حمله میکنه. ابتدا از شاهزاده رضا پهلوی شروع کردن، بعد رفتن سراغ خانم مثلا مسیح علی نژاد، بعد از اون طرف رفتن سراغ آقای اسماعیلیون که بالاخره هر کدوم محبوبیتی و حقانیتی داشتن و دارن. اینا رو مطمئنن همه دوستان توجه کردن که هر بار به چه صورت دارن حمله میکنن به این افراد که نذارن آلترناتیوی که شکل میگیره حقانیتش رو از اینها تأمین بکنه، چون بزرگترین نقطه‌ای که میشه توی آلترناتیو بهش حمله کرد و کل ساختار آلترناتیو رو به هم ریخت همین منبع تأمین حقانیت هست. و من فکر میکنم که حداقل توی هم اعتراضات مردمی خود مردم آگاه هستن، این رو متوجه شدن و هم همین رهبران میدانی که این طرف خارج از کشور دارن فعالیت میکنن و سعی کردن تا الان که این رو اعلام بکنن که ما رهبریت این اعتراضات رو نداریم و خود مردم هستن که رهبریت خودشون رو به عهده دارن. متشکرم. سپاسگزارم. آقای جمشید سرخجو، بفرمید. خواهش میکنم. من میخواستم بگم که در واقع مبارزه‌ای که برای سرنگونی حکومت ما داریم خیلی فرقی با جنگ واقعی نداره و اساساً اگه دقت داشته باشیم یه مبارزه نابرابر هست. یه حکومتی که دنبال دندان مسلح هست، تجهیزات نظامی داره و امکانات مالی داره و این طرف فقط یه سری شهروندان هستن، شهروندان بی‌دفاع. اگه با یه جنگ در واقع واقعی ما بخوایم اینو شبیه سازی کنیم، نوک پیکان حمله این آلترناتیو هست. در واقع سازمان‌های اپوزیسیونی که خارج از کشور وجود دارن در قسمتی یعنی در برابر این حکومت قرار دارن، ولی نوک پیکان این حمله این آلترناتیو بناست که باشه که این کار عمل سرنگونی رو در واقع توسط ملت ایران انجام بده. حالا اگه اینو با یه جنگ واقعی بخوایم مقایسه کنیم، شما بخواین اگه فرض کنیم که کشور ما اشغال شده توسط این آخوندا و ما میخواییم کشورمون رو پس بگیریم، اگر که میخواستیم توسط یک عملیات نظامی کار انجام بدیم چطور این کار انجام میده؟ یعنی اینطور بود فرض کنیم که یه جنرالی خارج از کشور یه روز میمد روی صفحه تلویزیون و میگفت که بله من میخوام فرض کنیم تا یه ماه آینده عملیات نظامی رو انجام بدم و کشورمون رو آزاد کنیم،
یا اینکه نه احتمالاً اول کارهای تدارکاتی رو انجام میداد، رایزنی هایی میکرد، پشتیبانان رو مشخص میکرد، کارهای لوجستیکی رو مشخص میکرد، منابع مالیشو دبینم حداقل پس کنید چند تا افسر زبده دور خودش جمع میکرد و بعدش میومد اعلام کنه، یعنی حداقل زمانی اعلام کنه که امکان از بین بردنش نباشه، این حداقلشه. این در مورد آلترناتیو هم صحت میکنه، یعنی آلترناتیو زمانی باید خودشو در واقع به عنوان این نوک پیکان حمله، به عنوان پرچمدار مشخص کنه که امکاناتی که لازم داره در اختیار داشته باشه، این کار اولیه رو انجام داده باشه، اول اینکه از بین بردن خود جلوگیری کرده باشه. نشون یه آلترناتیو ضعیف میگم با کشوری که این همه امکانات داره و خیلی راحت میتونه پس میشه صدها میلیون دلار رو فقط در رسانه صرف کنه برای از بین بردن آلترناتیوش، طبیعتا شما حداقل یه مینیمم امکاناتی باید دور خودتون فراهم کرده باشید. و چون کسانی که در واقع بناس این عمل سرنگونی رو انجام بدن در کشور قرار دارن و اگه از اونو به عنوان سربازان نام ببریم بناست که شما رو بشناسن، طبیعتاً هم تو که دکتر گفت اینطوری هم نمیشه که همه کارا پشت صحنه باشه، بعد فرض کنید یه روز صبح بگیم بله ما آلترناتیو هستیم. خب شما باید شناخته شده باشین، شما چطور میخواین سربازان در واقع حالا نگیم از دستور حداقل از فراخوان‌های شما میخوان پیروی کنن. و نه این همزمانی که شما این کارهای در واقع تدارکاتی رو انجام میدین، به نظر من حداقل رسانه‌های خودتون رو مشخص میکنین، رایزنی‌های انجام میدین که ببینین شما حداقل در اپوزیسیون خارج از کشور چه کسی پشت شما قرار خواهد گرفت، چه کسی روبروی شما قرار خواهد گرفت. با این کاری که انجام میدین، با مینیمم تدارکاتی که خواهید داشت، امروز که داریم ما صحبت میکنیم زمانش خواهد بود، یعنی در واقع این اپرایزینگ چه بهش میگن، این اعتراضاتی که در ایران هست، زمانی که شما با این مینیمم تدارکات خودتون آماده کرده باشین و از قبل هم مردم شما رو بشناسن و به اصولی که شما تمام اپوزیسیون، تمام کسانی که خودشون آلترناتیو ادعای آلترناتیو بودن دارن، همیشه اصولی هست مثل یگانگی سرزمینی، دموکراسی، سکولاری که همه ازش اسم میبرن، ولی روز موعود که فرا برسه فکر کنم مردم ایران اون چرا که شما عملا با خود شما در رفتار و گفتار این تبلور این اصول در چه گروهی باشه، مردم پشت سرش قرار خواهند گرفت، نه هر کسی که اونها رو در اساسنامه و بنیادنامش بهش اشاره کرده باشه. یعنی زمانی که میبینیم افرادی که امروز به نوعی مرکز ثقل هستند یا محبوب هستند، مثل فرسون حامد اسماعیلیون که اتفاقا یه صحبت خیلی خوبی داشتم که گفت من اگه فراخوان بدم حتما روز بعد ایران خواهم بود، که اشاره کرد به مسئولیت اخلاقی، یعنی پرچم دار بودن اساسا علاوه بر این که شما باید این توانایی رو داشته باشین، باید تحمل مسئولیت اخلاقی این کار رو هم بتونین در واقع بر عهده بگیرین. افرادی مثل حامد اسماعیلیون حالا با تمام مخالفینی که دارن، ولی به نوعی تبلور این اصولی هستن که همگی ما در واقع بهش باور داریم، حالا شاید یه مرامنامه یا اساسنامه خیلی بزرگی پشتشون نباشه، ولی شما به بسیاری از این افراد در واقع مبارزی که نگاه میکنین میبینین که بله اینها به یک ملت، یک کشور باور دارن، به یگانگی که سرزمینی باور دارن، به اصول دموکراتیک، به قبول در واقع نقد، سکولاریسم، یعنی جدای از اون چی که نوشته شده عملا بهش باور دارن و نشون دادن و در تاریخشون بوده، و صرفا یک تدارکاتی که حداقل شما رو بیمه کنه در مقابل از بین بردن در زمان مناسب میتونه ما رو در واقع به نتیجه برسونه. و این خب هیچ چیز آنچنان مشخصی نیست که خیلی بشه روش در واقع خیلی مشخصا یک روز و ساعت و یک شرایط خیلی مشخصی رو ذکر کرد. دقیقا مثل عملیات نظامی که شما تدارکاتتون انجام میدین و منتظر میشین، منتظر لحظه ای که میبایست این عملیات رو شروع کنه. این هم مثل همونه. در امروز این نقطه‌ای که ما هستیم این هستش که سازمانی یا شخصی بتونه تدارکات درستی رو انجام بده. سپاسگزارم از شما. خانم شبنم بدری بفرمایید، خواهش میکنم.
مرسی، ممنون خانم قیاسمند، خسته نباشید همگی. ویدیو رو که دیدم این سوال به ذهنم رسید که خب آلترناتیو یه تشکیلاتی که به وجود اومده، زمان اعلام موجودیتش رو هم تا زمانی که فکر میکنه تمام آمادگی های لازم رو به دست آورده به تعویق انداخته، اوکی، ولی دیگه چه معیارهایی لازمه که سنجیده بشه که الان زمان مناسب هست یا نه، به خصوص چیزهایی که شاید بگیم دیگه بعد بریم خارج از اون خود اون تشکیلات و آلترناتیو، مثلا از طرف مردم، و اینکه بعد از اینکه این معیارها هم مشخص شد چه ابزاری برای سنجشش داریم، مثلا مردم به چه میزان، به چه شکل توی خیابون باید اسم اون تشکیلات رو فریاد بزنن و چطور ما باید اندازه گیری کنیم که الان میزان محبوبیت چقدره، آیا مناسب این هست که اون آلترناتیو اعلام موجودیت بکنه، و یا اینکه مثلا اگر که اون تشکیلات رسانه مرتبطی داره یا شبکه های اجتماعی مرتبطی داره، آیا داره مانیتور میشه مدام و آیا محبوبیت بیشتری کسب کرده، طرفداران و همراه‌های بیشتری کسب کرده، و اینکه اینها چه نوع همراه‌هایی هستن، چقدر جدی هستن، چقدر عملگرا هستن، چقدر وقتی که اون آلترناتیو لازم داره که طرفدارهای واقعی و جدی رو در کنار خودش داشته باشه، چقدر اونها عملگرا هستن خارج از این حالا شبکه های فرزن اجتماعی، یعنی غیر از اینکه یه میزان سنجشمون رو بگیریم، مردمی که توی خیابون ها فریاد میزنن اسم اون آلترناتیو رو، بعد شبکه های اجتماعی رو در نظر بگیریم، میگم همه این هم غیر از آمادگی که خود اون تشکیلات لازمه که بهش برسه بعد اعلام موجودیت بکنه، منظورم خارج از اون تشکیلاته، و اینکه آیا از بین فعالای سیاسی چه توی خارج ایران چه داخل ایران، آیا کسایی هستن که بعد از دیدن فعالیت‌های اون آلترناتیو خودشون به سمت اون آلترناتیو گرایش پیدا کرده باشن، چه افرادی هستن، چطور هستن، چقدر جدیان، چی میخوان از اون آلترناتیو، فقط میخوان وسیله‌ای بکنن اون آلترناتیو رو برای منافع خودشون یا همراهن واقعا. یعنی فکر کردم توی خودم که چقدر این یه مقدار سخت سنجشش، و اینکه یه نکته دیگه که به ذهنم رسید که آیا اقبال مثلا سیاستمدارای خارجی، سیاستمدارای فعال کشورهای خارجی، نه سیاستمدارای بازنشستش که یه موقع این سازمان مجاهدین دور خودش جمع میکنه، سیاستمدارای فعال اون کشورهای خارجی آیا ممکن هست تماسی برقرار بکنن و چقدر اینها مهمه، به چه شکل میشه روش حساب کرد؟ به هر حال مرسی، ممنون، خودم خیلی جوابی براش ندارم، اینکه به چه شکلی میشه سنجش کرد اینها رو که بدونیم الان زمان مناسبش فرا رسیده. مرسی، ممنون، سپاسگزارم. آقای دکتر، پاسخی دارید برای این پرسش؟ ببینید، من فکر میکنم شما برای هر کاری که میخواید انجام بدید باید یه برنامه داشته باشید. در اون برنامه یه بخشی مسئله پیشبینی های مختلفیه که آدم میتونه انجام بده. اگر ما این کار رو کردیم شد چه کار بکنیم، نشد چه کار بکنیم. خیلی به نظر من مسئله برنامه ریزی توی تشکلات ایرانی ضعیفه. من هفته پیشم گفتم همه هیئتی عمل میکنن، حالا میریم جلو ببینیم چی میشه. به نظر من شما وقتی که تو فرنگسون میبینید که شاید مثالهای مادی خیلی چیزتر باشه، مبینتر باشه تا مثالهای چی. مثلا همین میخوان یه سد بسازن، میخوان نمیدونم یه خیابون رو اسفالت کنن، ببینید که چه پروسه ای رو در برنامه ریزی و پیشبینیه موانع، پیشبینی احتمالات، همه این حرفا میشه. پرسش های خانم بدری به دو قسمت میشه، یکی به پیش از اعلام موجودیت، یکی بعد از اعلام موجودیت. ما هنوز اصلا وارد اون فاز بعد از اعلام موجودیت نشدیم، هنوز داریم صحبت این رو میکنیم که رسیدیم دم اعلام موجودیت. سوال اینه که آیا اعلام موجودیت بکنیم یا نکنیم.
این لحظه سرنوشت سازیه. اگر ما برنامه‌ای نداشته باشیم، اگر که پاسخ‌های متعددی رو که ممکنه به وجود بیاد حدس نزده باشیم، برایش عرض کنم که پاسخی نداشته باشیم، خب اعلام موجودیت یعنی خودکشی. و همین پشت سر هم تق 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 داره اتفاق میفته. 43 ساله انواع و اقسام این اعلام موجودیت ها شده و همه نابود شده و رفتن، برای اینکه اصلا به فردای اون روز فکر نکردن. من فکر میکنم که همیشه احتمال شکست وجود داره. هیچ کاری در ساحت اجتماع وجود نداره که آدم 100% یقین داشته باشه که این موفق میشه. ولی در این حال آینده نگری، فکر کردن راجع به این احتمالات آینده، همه این حرفا جزئی از برنامه ریزیه. باید برنامه ریزی رو کرد تا اونجایی که میشه همه احتمالات ممکن رو در نظر گرفت، بعد وارد میدون شد. تازه در اونجا مسئله این است که با چه حوادثی روبرو میشه، چه اتفاقاتی میفته و این چگونه میتونه از قبل آیا فکرش رو کرده بوده، آیا غافلگیر خواهد شد، اگر غافلگیر بشه آیا تمهیدی که به کار میبره تمهید خوبیه یا نه. ببینید، مسئله این که مردم آلترناتیو رو تعیین میکنن، این لازمش اینه که مردم از وجود اون آلترناتیو آگاه باشن. تمام عرض من در ابتدای این برنامه این بود که باید طوری عمل کرد که هم مردم مطلع باشند از وجود آدم، هم آدم ادعا نکنه که من آلترناتیوم. در اون صورت اگر مردم انتخابش کردن، این آلترناتیو راستین میشه، آلترناتیو میشه که تمام مراحل رو طی کرده رسیده به آلترناتیو شدن. اگر همه این کارا محرمانه باشه، بعد یه مرتبه فردا بگن که آقا ما در مثلا لندن میخوایم اعلام موجودیت بکنیم، مردم خبر ندارن اصلا این که جریان چی بوده که بگن این گزینه بوده که ما منتظرش بودیم. نمیدونم، انقدر سوالات خانم بدری متعدد بود، نمیدونم تونستم به این سوالات جواب بدم یا نه. خانم بدری، سوالی باقی موند که دکتر نوریالا پاسخ نده باشن؟ فکر میکنم من خیلی پراکنده پرسیدم، ولی دکتر به خوبی تقسیمشون کردن و خب بله، شاید الان قابل پیشبینی نیست، فقط میشه برنامه ریزی کرد و امید داشت و خب به قول آقای دکتر احتمال شکست هم هست به هر حال. مرسی، ممنون. Sarmastie man, que me ponga el osmón, ancho de rey yo.